سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیوی روم تور با من. امروز اومدم اتاقم رو با همه دیتیلاش به شما نشون بدم، پس برو بریم. شما انتظار داشتین با یه اتاق مرتب روبرو بشین که من فقط همه جا رو بهتون نشون بدم، ولی از این خبران نیست چون اتاقم به هم ریخته است، سخت نکردم مرتب کنم. میخوایم دیگه شروع کنیم از تخصاب کردن تا تهش رو با هم انجام بدیم همجوری که دارم بهتون نشون میدم. بچه ها این عرضکمه که اونایی که قدیمی هم میدونن اسمش بوریه، خیلی دوستش دارم. اینو با خودم رو بردم اینجا احساس تنهایی نکنم. بس ما برم برداریم. تختم یه کوچولو صدا میده مثلا روش که میشینم یا شبا که خوابم. حالا نمیدونم این طبیعیه که تختی که چوبیه صدا بده یا اینکه یه مشکلی داره زیرش، نمیدونم. من دو تا هم کوسن خریده بودم برای رو تختم، ولی اصلا نمیدونم چرا نمیذارمشون. حالا الان آوردم که به شما نشون بدم و بذارم. یکیش اینه، خیلی بامزه است اینجوری. ایناست که دوبر میشه این مدلیه. بعد یکیش هم اینه که اینو مثلا بیشتر برای زمستون و اینا به نظرم به کار میاد. اون جنسش از این چیزا چی میگم؟ تدیتوره. حالا دیگه ولی بازش کنیم. بچینیمشون ببینیم که چجوری میشن. خاکش بریزم. بیارمتون جلوتر. اینم بعد اینجا بذار. خب حالا الان بخوام اینجوریشو بهتون نشون بدم. راستی در مورد اینا هم هر سوالی ازم داشتین که از کجا گرفتم و اینا، اگه دوست داشتین ازم بپرسین. بعد بچه ها اینم تختمه، من تختمو اکریلی انتخاب کردم. حالا این خیلی بامزه میشه، شبا باز بیشتر اکریلاش معلومه، ولی خیلی با روحیات من سازگار این تخت. بخوام کلیش هم بهتون نشون بدم. اینجوریه، این هم که رو تختی و این هم که صورتیه طبق سلیقه هم که همه تون میدونین. این شده از تختم. حالا بعد بچه ها من هنوز برای اتاقم چراغ نگرفتم، هنوز فقط یه دونه لامپ روشه. برای اینکه اون چراغی که دوست داشتم و اصلا پیدا نکردم، فعلا بیخیال شدم. حالا میریم سراغ این قسمت. آینه‌ای که شما هم خیلی دوستش داشتین توی سری ویدیو دیده بودین، پشتش از این LED ها داره نور میزنه، ولی الان چون معلوم نیست دیگه روشنش نکردم. حالا شب میام روشنش میکنم که آینه و آباژور و تخت و اینا رو دوباره به شما نشون بدم. بعد اینکه الان هم بریم سراغ تمیز کردنش. خوشی تو این کیفه. باشه این ویدیو میگیرم. باشه چقدر ویدیو حدودی مونده؟ یه ساعت. یک ساعت فیکس آره. مونده؟ ولی خب بعد اینو مراقب باشه دیگه، چون فقط میبینی تکون میخوره به یه دونه پیچ وصله. من حواسم بهش هست که یه هم نیفتن. راستی بچه ها من نمیخوام این ویدیو رو هی پاز بزنم، چون میخوام خیلی خودمونی باشه. برای همین اگر تامش طولانی شد سرعتش رو ببرین بالا برای خودتون، ولی اگر دوست داشتین کامل نگاه کنین. دوباره این نمای کلی فعلا بخوام بهتون نشون بدم. این بچه ها میز آرایشمه. بعد اینم رفتم براش پیدا کردم خریدم، ولی این انقدر داستان داشت. یه بار سفارش دادم، اصلا اینو سفارش دادم کلن یه جنس دیگه یه رنگ دیگه تحویل داد بهم. بعد دیگه رفتم دعوا اینا، آخر سر گرفتمش. جنسش هم بامزه است. این از این. حالا بریم سراغ روش. این چوبم روی خود میزه ها. بچه ها من اینا رو میندازم روی زمین و بعد بعدا جمعش میکنم. نگیم چه نامرتبه ها. الان چون داریم ویدیو میگیری. این بچه ها کیف لوازم آرایشمه. البته به جز این یه سری دیگه هست که اون وره توی یه کیف دیگه. ولی خب اینا چیزاییه که تقریبا میشه گفت جدید گرفتم. بعد این شمه بوی خیلی خوبی میده. فقط روش رو خیلی خاک گرفته. حالا الان بعد پاکش کنم. کاری که من اینجا انجام دادم اینه که این قسمت رو کلن کردم برای محصولای پوستیم که میدونین دیگه بیشتر از همه دوستشون دارم. بعد این خیلی بامزه است، یه همچین شکلی داره. این از برند استرادیواریس گرفتم، البته الان فکر نکنم دیگه داشته باشه.
حالا من خیلی نامرتب چیدمش و در کل خیلی چیز بکاریه. اینجوری یه سری چیز میزام توش گذاشتم. یاش بخیر کادوی تولدم. بچه‌ها ویدیوی تولدم اگه ندیدین بریم ببینین، اون هر روز طرفدارش داره بیشتر میشه. بعد آهان اینجا لباسای خونه رو گذاشتم و شونه و یه سری چیز میزام اینجوری که حالا الان با هم مرتبش میکنیم. اینا که لباسایی که الان تنم بود برای همین میذارمشون اینور. این دوتا برسام هم میذارم تو همین کشوره. این یکی هم که بقیه لباسای خونمه دارم اینجا میذارم. در کل که این کشوها رو خلوت نگه داشتم. این ماسکر هم بذارم اونور. نه البته همینور باشه، چون این ماسکر رو نمیخوام به صورتم بزنم. اینو همجوری یه هدیه یه آنلاین شاپ برام فرستاده بود، میخوام برای بدن استفاده کنم، میذارم اینور که یادم باشه. بعد از همون کل رومیزم رو خالی کردم رو تخت که اینجا رو با دستمال مرطوب پاک کنم. دستمون. حالا به اینکه دونه دونه وسایل رو بچینیم. بچه ها این اسپری آبه از برند اوریاش که اینو تازه گرفتم، خیلی بزرگه. دیگه براتون بگم این آبرسانمه از برند ویشی. این یکی هم مرطوب کننده همین برند و همین لاینه که لاین خیلی آبرسانشه. بچه ها من اصلا عادت ندارم که ساعت دستم کنم. این ساعت هم جدید گرفتم و از اونجایی که یه ویدیو راجع به زنانه که این چیزا دیدم که میگفت خوبه که آدم مثلا زیورال و تو اینو استفاده کنه، تصمیم گرفتم که بندازمش که کم کم عادت کنم. این یکی اسنس حلزونه از برند کوزارکس یا کوزارکس که یه برند کره‌ایه. بد نیست، اوکی، نمیتونم بگم خیلی باش حال میکنم. مرطوب کننده بدن مورد علاقه هم اینم که بام پاک کننده صورته از برند اینکیلیست. اینا رو پاک میکنم چون هم بعضی وقتا مثلا چرب میشه رو که پوستی انجام میدم، همین که خاک روشون نشسته بود. دقیقا همین الان که من دارم براتون ویدیو میگم، همسایه پایینیمون تصمیم گرفته که چمنهای خونش رو بزنه و صداش کلا تو ویدیومه، امیدوارم که زیاد نباشه. بچه ها این یکی که بدنه رو برای این خریدم که این قیمتش خیلی خوب بود، تخفیف خورده بود، شده بود 30 لیر و از اونجایی که خسیسی میاد همیشه اینو بخوام بزنم، ترجیح دادم که یه دونه دیگه داشته باشم، اونو فقط بعضی وقتا بزنم. ولی اینم خیلی خوبه ها، هم خیلی خوب مرطوب میکنه، هم بوی خوبی داره، از برند جانسونه. اینو اون وقت میارم دوباره میذارم همین جایی که بود، باید پاکش هم کنم. اینا یه سری گیره و کش و از این جور چیزاست که من اینا رو میذارم تو همین کش و اولیه کنارش ها تو بهتون نشون دادم. این شمع رو میذاریم اینجا. این که دستانم نمیخواستم پشت‌سر باشه ولی دیگه نشد که بشه. خیلی دوستم از بوکلند خریدم تهران. پاکش کنیم. مثل لیوانیمه. اینم لیوانمه که ست همینو برای دوست پسرم خریده بودم، البته مشکیش بود با یه نوشته دیگه و گربهش سیمبا جان تپ نو انداخ شیکون. حیف که سیمبا رو دوست دارم خدا. اینم از این. آخیش چقدر مرتب شد. حالا بیایم بریم سراغ این قسمت. اخ شما اینجا رو یه ذره بعد مرتب کنم، خدایی خیلی به هم ریخته شده. اینا رو جمع جور کنم بیام. ایناهاش بچه ها بهتون میگم، داره چمنها رو میزنه پایین. اول از همه از این رو شروع میکنیم که من خودم اینجا رو خیلی دوست دارم. اجازه بدیم. خب این که عکس بچگی خودم بچه ها گذاشتم اینجا. برای کار با کودک درون خیلی خوبه که شما یه عکسی از بچگیاتون جلوتون داشته باشین، باهاش صحبت کنین، بهش عشق بدین و در کل ارتباط بهتر میتونیم بگیم با کودک درونتون. این بچه ها ببینین چقدر بامزه است. اینو ولنتاین کادو گرفتم. این کلکسیون سنگای منه که میدونین عاشق سنگای طبیعی ام. تو اون ولاگ دیت دخترانم بردمتون تو مغازش، بهتون کلی از این سنگا نشون دادم. من برای خریدن این آواژور ماها بچه ها فکر کردم، خصیصی میومد بخرمش ولی از طرف خیلی دوستش داشتم. توش اینجوری طلاییه. حالا این شب خیلی بیشتر خوشو نشون میده ها. اینو از برند زارا هم گرفتم و خب دیگه بالاخره بعد اینکه گرفتم با خودم گفتم کار خوبی کردی. این از سنگام تو نور آفتاب.
خیلی خوشگلن. حالا بذار اینا رو بهتون نشون بدم. بایستا. یعنی زیبایی این واقعا منو یاد کهکشان میندازه بچه ها. توی نور که میگیریش تازه لایه هاش معلوم میشه. بعد یه دونم اینه. اینو اتفاقا از ایران هم گرفتم. نمیدونم این چیز خوشگلی که آها نگاه کن مثل پری دریاییه. نور که به یه قسمت هایش میتابه اینجوری میشه. از اونجایی که این رو خیلی پر کردم، طبقه اول و اینجا رو فعلا خالی گذاشتم، کشوی اول. خب من اینجا رو کاور کردم که بقیهش رو بتونم بهتون نشون بدم. این که خب مشخص شد لباسای شخصیم بود. بعد این سرام مو از بند فیتوه، ماسک صورت، این برس خشک بدن از بند بادی شاپ که فقط نگه داشتم به شما نشون بدم ببین به چه روزی افتاده. بماند که اینو خیلی هم گرون خریدم ولی افتضاح بود. این پشتش هم کنده شد. ولی یه دونه از بند ادا تاش پینار گرفتم، اون خیلی خوب بود ولی این افتضاح بود، اینو نخرین. بعد دیگه بهتون نشون بدم اینو که سری خرت و پرتامه، عینک طبی. این وقته که ادیت میکنم و اینا میزنم، حالا الان میزنم شما هم ببینین. هم از من با عینک طبی بگین که بهم میاد میره یا چی. این برم بچه ها یه سری ویتامین و قرص و اینجور چیزامو گذاشتم. آها با یه سری محصولای پوستی مثلا ضد آفتابم، این مرطوب کنندم، یه چند تا تستر از برندهای مختلف، اینا رو این تو ریختم. در کل اینا خیلی چیزای بکاریه. اینا از برند آیکیا گرفتم، برای مرتب کردن وسیلاتون خیلی خوبه. این که مام ایوروش است، اینم تونر بادی شاپه. اینا رو چون زیاد استفاده نمی کنم اینجا گذاشتم. اینم که ماسک لب برند نوکسه، اینم خیلی چیز باحالی بود. خب این شد کشوی اول. مثلا جورابامو انداختم اونجا شما ها نبینین. بدتر شد. خب کشوی بعدی یه سری از لباس مباسامه که بیشتر استفاده میشه. این یکی کشو یه سری از لباسایی که کمتر استفاده میشه، مثلا حالا بیشتر میتونه به درد تابستون و مایو اینجور چیزا بخوره. بعد اینم که یه سری دوباره از این ارگنایزر گرفتم از آیکیا، اینا رو میخوام ببرم ایران. بعد این قلبم اینجاست که توی ویدیو میذارم استفادهش میکنم، پرزگیر از بنده اچنم، عجب پرزگیر خوبی هم هست. کیفول و جعبه ساعتم و یه سری چیز مزایای خرت و پرتی و اینای دیگه هم اونجان. خب بچه ها یه نمای کلی بهتون بدم، این شد از اتاق من. و اینکه آها راستی پردم هم بهتون نشون بدم، اینو این رنگی خریدم بعد پشیمون شدم چرا صورتی نگرفتم. اینم توش یه شاینای ریزی داره. بعد دیگه اینکه همجوری که دیدین بچه ها من اتاقم کمد نداره، برای اینکه نمیخواستم شلوغ بشه و خیلی جا بگیر و اینا، ترجیح دادم که یه همچین چیزی بگیرم که خیلی بلند نباشه. ولی خب یه سر از لباسام هم اینجا نیست دیگه، یه سریاشون توی کمد بیرونه. یه مشکلی که خودم دارم اینه که اون کسی که اومده این پریزو اینجا بالای شوفاژ گذاشته احتمالاً به هیچ چی فکر نکرده. یا خب من اینجا که نمیتونم مثلا میز بذارم، تو بعد این پریز رو این ور میذاشتی دیگه، حالا من مجبورم که یه سراحی بکشم بیارم اینجا که بتونم آینه و آباجورم رو روشن کنم. و اینکه خیلی هم دنبال یه چراغی هم که با آباجورم ست بشه. اگه یه موقع جایی دیدین حتما به من بگین. مرسی که تو این ویدیو همراه من بودین. اگه ویدیو دوست داشتین لایکش کنین، منو به دوستاتون معرفی کنین و سابسکرایبم بکنین که تعدادمون روز به روز داره بیشتر میشه. مرسی همراه منین. بوس بهتون. اگر هر سوالی داشتین راجع به وسایل ها ازم بپرسین. خب بچه ها گفتم اتاقم رو توی شبم بهتون نشون بدم. این از آینم، شکل ماه میشه وقتی روشنش میکنم. اینم که آباژورمه، با اینکه کوچولوه ولی خوب نور داره. اینم از تختم، الان فکر کنم بیشتر اکیدش معلوم شد.